شما احتمالا یک یاد زیادتان فیلم پاکیزه را دیدین. از جمله از فیلم های بسیار محبوب ما است، با وجودی که یک قصه بسیار متاثر کننده دارد. اما در اینجا امی صنعت موسیقی و رقص با عیس اونر شما میبینین که چقدر رشد یافته. آهنگای زیبا، رقص های بسیار متعجب کننده و از جمله اینی حالا اگر امی فیلم پاکیزه را در افغانستان پر بکنیم، در شرایط فیلی که یک فیلم مذهبیان باشه که مردم خوش دارن امور مذهبی را، اینت می باشه. اینال این فیلم پاکیزه افغانی که هست، ای باور کنین که از فرهنگ اسلامی امروز نمایندگی میکنه. سعی کنین اینی آقای حکمتیار یک رهبر اسلامی مملکت که ادعا داره که برای اسلام در اینجا مبارزه کرده و هزارها و ده ها هزار نفر کشته، به خاطر که از نقطه نظر ازی به قدر کافی اسلامی نبوده و حکومت افغانستانی را آورده که در افغانستان صلح بیاید. و سعی کنین که آقای حکمتیار چی میگه؟ چند حمله انتحاری مسئولیت حزب اسلامی به او گرفت که آماجش خارجی ها بود، اما در او تلفات ملکی هم داشت. شما در آغاز صحبت حملات انتحاری را مردود شمردین، با نقل قول هایی کردین. فکر میکنین که در او زمان که شما در گفتمان جنگ بودین، این حملات از نظر شما جایز بود؟ در این مصاحبه گلبودین در وقت اول مصاحبه رد کرده عملیات انتحاری را، گفته این نادرست است. آقا میپرسه که در قسمت اول شما این را رد کردین و در او زمان شما در جنگ بودین با حکومت، همی کارا را میکردین، ولی امروز گفته نه، یک کار نادرست است. مگه حال نظرتان چیست؟ یعنی شما سعی کنین که از شروع برنامه تا حالی چقدر تغییر کرده؟ بله، ما طرفدار این عملیات بودیم و هستیم و در هر جایی در این مورد شکی نیست. در مورد عملیات شما میگن انتحاری، ولی ما میگوییم استشهادی. این عملیات استشهادی را ما تایید میکنیم. میگه بله، ما در سابق هم طرفدار ازی بودیم که این عملیات های انتحاری صورت بگیره، که در مابینش مردم کشته میشه، عسکر کشته میشه، بلا در پسش ما طرفدار ازی بودیم، هستیم و میباشیم و این برای سال آمده. منطقه میگه آن چیره که شما انتحاری میگین ما استشهادی میگیم. ما طرفدار عملیات های استشهادی بودیم و هستیم و میباشیم. اصطلاح استشهادی را حزب اسلامی کشیده دمی شش ماه. اینا میگه ما انتحاری نمیکنیم، ما استشهادی میکنیم. یعنی با چی مانا؟ که در انتحار تو خودم میکشی، مگر در اینجا یک کار اسلامی میکنی، شهادت طلب میشی. اینا اینمی استشهاده به معنایی که تو میخوای خود شهید بسازی. یعنی تو میری در مارکت خود میپرانی با ای امید که خداوند دیگه بپذیره و تو شهید شی. اینی استشهاده از دید از یا. اصلا کلمه به نام استشهاد به همی مانا وجود نداره. حالا آقای گلبودین، شما خواهی اگر رهبر کلان مملکت هستین، چهل سال بر اسلام نفر کشتین، از دل خود خواهی استشهادی نمی کنی. باید از روی آیات قرآن ثبوت کنی که ما استشهادی میکنیم، یا ایست که چون شما اهل حدیث هم هستین از روی احادیث ای را باید ثبوت کنی. تو بیا ثبوتش خوصوبان آقای حکمتیار، امی کلمه استشهاد به معنای طلب شهید شدن،
در قرآن برم نشان بده یا در حدیث همی تنم این کلمه را نشان بده، ما دیگه هیچ چیز کار ندارم که تو ثبوت کنی. در قرآن بکش که می کلمه استشهاد آمده باشه با معنای ازی که ما میخوایم شهید شام، یا در حدیث آمده باشه که ما میخوایم که شهید شام. همین استشهاد اینمی کلمه را برای ما یک دفعه نشان بده، ما دیگه گفت قبول میکنم. هیچ حاجت تفسیر و تبصره نیست. شهادت دو معنا داره، یکی شهید شدن یعنی مردن در راه خدا، و دیگه یک کسی را به عیس شاهد، اگر در انگلیسی بگویم ویتنس، بیار کمی چی را بگویم. یک آدم میگی بیادر تو دمی کار شاهد هستی، یعنی کسی که چشم دید خدا داشته باشه و بیایه بگویه که اینمی نفر همی کار کرد، اینی شاهده. استشهاد تنها یک معنا داره که شاهد بیار. مثلا یک وکیل میتونه در محکمه بگوید که ما استشهاد پذیر هستیم، یا میتونین شما بگوید که به استشهاد آیات قرآن ما این گپ میزنیم، یعنی این آیات قرآن شهادت میاریم که بله خداوند اینه تو گفته. اینال استشهاد به معنای شهادت یا شاهد طلبیدن به معنای شهید شدن خواستن نیست. اما اینمی کسافت ها هزارها و ده ها هزار افغان ما را کشته میرن و نامش استشهادی میگه، و اینمی کودنا در واقع سردمدارای اسلام امروز است. اینمی کسایی که این فیلم پاکیزه را پر کرده، اینمی تا آدم های لوده لوده غول یا در پشت خود گرفتن و در تمام جایا رایشان میکنه که مردم مسلمان بکشه و این کسافت نامش استشهادی میمانه. از این که تیر شویم، قرار اطلاعاتی که ما دارم یک فعالیت پشت پرده شروع شده بر ازی که حکومت اشرف غنی را و عبدالله را در فضله پرتن و در عوضش یک حکومت موقت بگیرن بر یک و نیم سال دیگر. این یک گام با پیشه، یعنی این را ما تا یک ماه و نیم دو ماه پیش هم به شما گفتم که حکومت غنی خلاص شده، پیسه امریکا و عسکر امریکا نباشه، غنی وقت در زباله افتیده، اما اونمو پیسه و اونمو عسکری را در سر پای نگاه کرده. ولی اینمی کاری که شده که ادخل امریکا و عربستان و غیره و غیره به این نتیجه رسیدن که ای حکومت باید پس کنیم. چرا؟ اینا آل فامیدن که بسیار کم مانده که مردم قیام کنن و یه قیام همه چیز از کنترلشان بیرون کنن. بنان اینا پیشگیر میکنن قیام مردم، یک حکومت ساختگی دیگه میارن، یعنی در سر آتش مردم او مندازن. خب اگر اینا میخواین که یک حکومت موقت بیارن، باید یک حکومت موقت به اساس خواستای مردم و علاقه مندی مردم بیاره. و شما حتمی آقای سیاف دیدین که در روزا عربستان رفت، عربستان دعوتش کرد. ای هم یکی از امو نشانه هاییست که یک حکومت در آل جور شدن از در پشت پرده. و در کالیفرنیا یک اتحاد در فعالیت است که یک مجلس که بگیرن برای ظلمه رسول و ستار سیرت که اینا را به عیس رهبرهای موقت در افغانستان معرفی کنن. ما برای شما اگر میزنم که ما در ایج برازی مبارزه نکردیم که سرگین جایگزین پشقل کنیم یا پشقل عوض سرگین قبول بکنیم. 3.5 سال پیش ما بودم که آمدم گفتم اشرف غنی پسترین رئیس جمهور در تاریخ مملکت ما می باشد، یعنی اکثریت مردم او روز قبول کرده بود که این نابغه است، مغز متفکر دومه و این میتانه که مملکت ما را نجات بده، و کسایی که مخالفشان بود قبول میکردن که والا آدم اوشار نیست، اما اتو پست، اتو رزیل، اتو خائن فکرش نمیکردن. در 3.5 سال ما مخ معرفیش کردیم که رفیقای خودش بینی خود این تا ماکم گرفتن از پالیش گریختن، مخالفینش آنقدر زیاد ساختیم منطقا و به دلیل که امروز اشرف غنی در آل سقوط است، یا ما میتونم حتی بگویم که عبدالله و غنی سقوط کرده، تنها با اکسیژن که امریکا از پیسه و عسکر خود در بینیشان درو کده اردوی ازی انوز نفس میکشه. اما ما به هیچ وجهی را اجازه نمیتیم که آدم های مثل ستار سیرت و ظلمه
رسول و غیره و غیره جبه، ما میخواییم در اینجا یک حکومت موقت و گذرای به وجود بیه که برای اولین دفعه مخالفین از این حکومت در اینجا باشه، کسایی که این حکومت سقوط دادن در اینجا باشه. البته منظورم از خودم نیست، ما به هیچ وجه نه ریاست جمهوری میخواییم، نه ریاست، نه وزارت، نه هیچ چیزه، اما کسایی که در اینجا حکومت سقوط دادن ستار سیرت بود. کجایی که دان خدا واس کده میتانه؟ ظلمه رسول در مقصاله در کجا بود؟ کیها در اینجا استاد شدن؟ در امی اواخر آقای ظاهر قدیر، بدون استاد شدن ظاهر قدیر ای حکومت سقوط نمیکرد. آقای اومایون اومایون، آقای لالای، آقای جنرال رازق قهرمان، اینا بدون شک در رسته مرکزی از ای حکومت باید باشن. شما اگر سعی کنین جنبش روشنایی را که اینا چقدر دیجه تلاش کردن، بدون شک آقای بهزاد اتا یک نفر دیگه هم از جده علقه مرکزی از این حکومت باید باشه. آقای دوستم استاد شد، یعنی هوشیارانه استاد نشد، اما بدون مخالفت دوستم این حکومت دیجه نمی رسید. آقای دوستم باید در حلقه مرکزی از این حکومت باشه. آقای ارغندوال حزب اسلامی بدون شک در حلقه مرکزی از این حکومت باید باشه. آقای عطا محمد نور، مگر کس میتونه حکومت داشته باشه بدون از او؟ بنابراین در حلقه مرکزی از این حکومت باید باشه. اعظم وطنهای پنجشیری ما که دیجه قضاوت کشیدن بدون شک یکی دو نفر باید باشه. از جمله از اونا جنرال بریالای یک آدم تحصیل کرده، هوشیار، با کرکتر و پاکیزه پنجشیره، مثل آب زلال پنجشیر پاک و در این زمان بی‌نهایت هوشیار، و کسای دیگه را که خودم وطنهای ما از پنجشیر میشناسن. یعنی من تنها یک نام بردم، آقای محقق. از روز اول که میره رودقاق آقای محقق بود. آقای انوارالحق احدی دمی دو سه ماه دمی امریکا آمده، دمی سقوط از این تلاش کرده. بدون شک اینا در حلقه مرکزی از این حکومت باشد. و ما بر سیایه و شبکه های جاسی میگم که دیگه از این خارج نفر در افغانستان رای کدن رای حل نیست. و هم کسایی که کلگیش اما تو گشنه جیبایشان واز، اما تو انداخته میرن بر دوزی، این آدم ها در اینجا نباید که باشه. کسایی باشه که اکثرش از خود افغانستان باشه، کسایی که کار کردن، کسایی که زحمت کشیدن، کسایی که حکومت در سرنگونیش صداشتن. آقای به طور مثال لطیف پدرام یکی از منتقدین بارز از این حکومت بوده، نمیتونه که از این حلقه بیروشه. اعتیاد زیاد خانما، اعتیاد زیاد پارلمان مملکت، یعنی یک حلقه اینجا 500 نفری میتونه که جوشه که دست به دست هم یک و نیم سال حکومت پیش ببرند و آماده بسازن مملکت برای انتخابات بعدی. یک چیز یک متیار گنده در روزا میگه، ولا نفرهایی که در خارج آمه است یا هم باید رای بده. این خواهی یک گپ درسته. منظور از یایی است که از پاکستان یک 50 میلیون رای تقلبی بازی ها بیارن، بنابراین این نمیتونه که قابل قبول باشه، به خاطر که نتیجهش معلوم از یک لوی پکتیا یا 1 میلیون رای آوردن. اگه ایره در پشاور بردن 50 میلیون رای از امی 50-20 سندی گرفته تا پشاور میره آیسای برشان جمع میکنه. بنان او رو باید در فضله پرتیم. در تظاهرات که ما در ای هفته در شنبه 7 فوریه در اروپا داریم که ما خودم در منشن میباشم و اکتیاد غیر از اروپا، مثلا دوستای ما در تورانتو دارن و کسایی که در تورانتو سیرت تتبع کنین، ما کش میکنم در آخر برنامه اینمی جایی که تظاهرات تا حال ورقایش با ما رایی کدن ما ایره میمانم در یه اتمی سه بگیرین. شعارهایی که در اینجا ما میتیم بسیار مهمه. مثلا دفعه پیشتر دوستای ما که تظاهرات در جرمنی کردن عکس نیکی هیلی را گرفته بودن، باز سرش یک چلیپای بسیار درشت کشیده بودن، خود عکس دیده نمیتونستی، یک چلیپای نازک سرخ که چهره کثیفشان به درستی معلوم شد، خلیلزاد چهره کثیفش باید معلوم شد، غنی چهره کثیفش باید معلوم شد. و در عین زمان ما باید بفهمیم که چرا تظاهرات میکنیم،
چرا هموطنهای ما صدها هزار نفر از افغانستان گریخته امروز در لاغرها زندگی میکنه؟ لاغرها چی که در بیرو در خیمه زندگی میکنه؟ سعی کنین این عکس به خلم در سویس است، شما سعی کنین برف اینی خانم این یک چیز تکهی یک خیمه است که بیچاره داشت زندگی میکنه. این اینا را مشرف غنی میخواه که یک 500 میلیون دلار از جرمنی بگیره کلش پس بکشه افغانستان ببره؟ یعنی اشرف غنی بیلیون ها دلار را که گرفته بود از دنیا که ما مهاجرین خود پس میاریم از پاکستان و ایران، اونا را خود ناورد. یک میلیون دیگه یا 500 دیگه گریخته، آل یک 500 میلیون میگیره در جیب خود رفیقای خود میزنه یا برای پاکستان میته یا برای شبکه قانی، اونا را باز پس به سرنوشت میسازه در افغانستان. اولین دلیل احتجاج ما ایست که ای کسافت ای کار کرده نتانه و شماهای که در اینت شرایط زندگی میکنین به سرنوشت، نفرای اولی که در تظاهرات سبی گیره باید شماستین. هر کدامتان که در منشن آمده میتانین بیاین سرکا باید بند بفتسه که ما 15-16 هزار کیلومتر میم برای دو سه روز. و دوستای ما که میخواستن کنفرانس بگیرن در آمبورگ و فرانکفورت، از شما ما بسیار سپاس میکنم. هرچی که ما سنجیدم در یه وقت نمیتانم، میخواییم یک ماه یا دو ماه بعد بیایم باز ما و شما یک کنفرانس میداشته باشیم و برای ساختن یک حکومت که حکومت کثیف تعویض بکنیم، باز سر از او امرای شما یک جای میشیم. و دیگه ای که شعارهایی که در اوج خوانده میشه بسیار مهم است. شعارهای راستی که دنوشته شدگی می انها و اقسام شعار نسازین به خاطر که مخشوش میشه. مثلا یک خبرنگار، یک عابر، یک کس دیگه، یک سیاستمدار، اینا از موتر که تیر میشن یک چیز مهمترین باید دمی چشمش بخوره. اگر قشارکا باشه که من نزی میخوایم تو از او میخوایی، او مردم رو مخشوش میسازه. تمام شعارها به انگلیسی و جرمنی باشه. دو سه شعار مهم، شعارهایی که داده میشه مهم است. و طور مثال یکی از شعارهایی است که Why hundreds of thousands of Afghans leaving Afghanistan؟ یک سوال که چرا صدها هزار افغان افغانستان اعلام میکنه؟ غنی از the reason، غنی از the reason، غنی از the reason. Why Afghanistan is a burning hell؟ غنی از the reason، غنی از the reason، غنی از the reason. ما تعداد نفرهای مختلف در اینجا نامش نمیبریم. نفر کلان حکومت غنی است، اینمی غنی را که میگیم تمام کثافت های دیگه در او شامل میشه. اینال آیا غنی را تنها میگیم؟ نه، ما میخواهیم نیتو، امریکا و بخصوص بریتن بفهمه که اینا هم دلیل ازمی است. چرا اینا پیسه میتا غنی را؟ اینال باز میگیم که Why Afghanistan is a burning hell؟ Britain is the reason، NATO is the reason، USA is the reason. Who is supporting غنی؟ NATO is supporting غنی، USA is supporting غنی و Britain is supporting غنی. ما توجه و تمرکز خود سر یک حکومت مندازیم، به NATO و امریکا و Britain میگیم که این پیسه که شما میتین مملکت ما را آتش میزنه. غنی مثل از که شما پیسه میتین که تیل بخرن در افغانستان پرته و شبکه اقانی یا گوگرده یا می آقای غنی یک گوگر ده، مردم میسوزه. مردم که سوخ کجا میره؟ میگروزه از وطن. اینالی که میگروزه میاد اروپا، پس از یخنش میگیرن که ما تور رایی میکنیم و پیسهشون برای غنی میتن. در این ترتیب ما اونمو سیکونس لاجیک از زیر دیجا تشریح میکنیم، کوتا و شورت. در جایی که ما هستم ما کمک میکنم شعارها را، اما حداقل ده دانه لاود سپیکر باید باشه. یک نفر شعار میگه دیگر را ریپیت میکنه. مثلا میگیم که Why hundreds of thousands of Afghans leaving Afghanistan؟ شما میگین غنی از the reason، غنی از the reason، غنی از the reason. دیگه ای که در افغانستان شما میبینین که صلح فصلی شده. در زمستان که طالبان نمیخواهد جنگ کنن که خنکه، صلح است دیگه وقت کلش جنگ است. بنان صلح نمیتونه که سیزنال باشه، یعنی فصلی باشه. از این خاطر وقتی که میگیم پیس فور افغانستان، شما میگین doesn't need a season، doesn't need a season، doesn't need a season. پیس ویت طالبان doesn't have a reason، doesn't have a reason. یعنی بینمی ترتیب ما برای از یک وزن و قافیه میتیم، یک ترتیبی که مردم گوش کنه،
ما در آخر برنامه امیر بنوشته برای شما میمانم، کسای شما که در فرانکفورت هستین، کسای شما که در هامبورگ یا در تورانتو یا هر جای دیگه که شما تظاهرات میکنین، اگر خواستین میتونین این را استفاده کنین، ولی اگر شما از خود چیزای میگین کدام ممانعت ندارین، من ایجا کدام کسی نیستم که بر شما دیکته کنم، تنها ما تجربه خود و معلومات خود بر شما شریک میکنم که اگر شما میرا کار داشتین استفاده کنین. امیدوار هستم که یک تعداد زیاد شما را در منشن ببینم، و اگر در فرانکفورت بود یا در هامبورگ یا تورانتو یا هر جای دیگه او هم سعیست داخل برنامه، بازم میگم که ما امو آدرس هایی را که با ما رایی شده در مورد از ایجا برای شما میمانم. هموطنان عزیز سلام، فاروق هستم از شهر تورنتو. خواستم که لحظاتی چند با شما باشم با یک ابلاغی را که برای یک راه پیمایی در شهر تورنتو تکثیر شده و از این طریق به شما به سهم شما برسانم. این راه پیمایی برای تقبیه کردن اعمال فاشیستی در افغانستان و حوادث ناگواری که در سالیان گذشته جان هزارها هموطن ما را گرفته و میگیره و مثال آخرش که در کابل به وقوع پیوست و به ننگرهار و جان صدها هموطن ما گرفته شد و ما به خاطر صدا کردن صداهای بیگناه ها به شهر تورنتو به تاریخ 17 فوریه ساعت 1 بعد از ظهر پیش ساختمان کوینز پارک یک راهپیمایی را روبرا ساختیم و ما از تمام هموطنهای خود دعوت میکنم که ما من حیث یک افغان، من حیث یک انسان وجیبه انسانی و وجدانی خود را ادا کنیم در مقابل وطن و مادر وطن و برای دفاع از این بیگناه ها صدای خدا به جهانیان برسانیم. و حضوران از شما من خواهش میکنم که شما و دوستان شما به تاریخ 17 فوریه وجود شما وجود ضروری است، به خاطر که مثل یک فامیل کلان این صدا را بلند کنیم. با امید دیدار همه شما روز شنبه تاریخ 17 فوریه محل کوینز پارک.